جایی هست که من بتونم برای دوری از روح تو به اونجا برم؟ که از دید تو دور باشم؟ اگه به آسمان برم؟ اگه به اعماق اقیانوس برم؟ تو اونجایی؟ اگر با بالهای صبح به دورترین نقاط غرب برم، در یک چشم به هم زدن پیدا میکنی. شب و روز، تاریکی و روشنایی، همه برای تو یکسان هستن. تو درون و بیرون منو اول شکل دادی. تمام استخوان‌های بدنم رو میشناسی. چطور از هیچ شکل گرفتم؟ مثل مجسم منو تراشیدی. تفکرات تو چقدر نادر، چقدر زیباست. من هرگز درکشون نمی کنم. به پشت سرم نگاه می کنم. تو اونجا هستی. روبروم و باز هم اونجا هستی. حضور دلگرم کننده تو همه جا هست. روزهای زندگی من همه از قبل آماده شدن، قبل از اینکه حتی یک روز زندگی کنم. قلب انسان. همه ی داستان‌ها چارچوب دارن و هر انسانی یک داستانه. داستان پسر گمشده اینه که شما این ظهور زیبای خود خدا رو در درون انسانیت ما مشاهده می‌کنین. خدای پدر رو دارید که پدره و همه ما زن و مرد فرزندانش هستیم. و پدر کار میکنه، یک راه باز میکنه تا حقیقت وجودشون رو بفهمن. ما فرزندان هستیم، اونو بابا صدا میکنیم. این یعنی من یه پسر کوچیکم. چیزی درون ماست که میدونه تمایل به اونقدر کوچیک بودن و مورد محافظت قرار گرفتن توسط پدر قدرتمند چه حسی داره. اکثر ما چنین پدری نداشتیم، ولی تعداد اندکی که داشتن میدونن سر گذاشتن روی پای اون و آگاه بودن به این مسئله که مراقب ماست چه حسی داره. این ظرفیت ذاتی در درون همه ماست که یک پدر واقعا بی نظیر رو باور و دریافت کنیم، حتی اگه تا حالا پدری نداشتیم. در عمیق‌ترین بخش‌های روح ما یک نیاز عمیقی وجود داره که متعلق به چیزی باشیم، یک امید که جایی توی جمع برامون وجود داره و شاید بتونیم اونجا از اینکه خودمون هستیم
ناراحت نباشیم. لازم نباشه پنهان بشیم و رازهامون رو مخفی کنیم. همیشه یک رابطه اجتماعی وجود داشته. ما برای این طراحی شدیم. در اکثر مواقع اولین تجربه ما با خدا به شکلی مردانه صورت میگیره. از طریق تجربه‌مون با پدرمون یا یک شخصیت مذکر و اگه تجاوزی در این مورد شکل بگیره و اون شخص هم اصلا ندونه که خودش کیه، تعریف ما از خدا به شباهت اون فرد شکل میگیره. پدر من کیفیت پدر بودن رو نداشت. اون هرگز یک پدر نبود و هرگز نمیدونست چطور باید پدر باشه. وقتی بچه بودم او مردی عصبانی بود که اصلا نمیخواستم کاری باش داشته باشم. 50 سال طول کشید تا چهره پدرمو کاملا از چهره خدا پاک کنم. من به خونه یکی از دوستان خانوادگیمون رفته بودم و یکی از پسرها که فکر کنم 13 یا 14 ساله بود با من رابطه جنسی برقرار کرد. من لزوما نمیدونستم که اون کار اشتباهه. نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته، ولی میدونستم نباید به کسی در موردش بگم و فکر میکنم بازگو نکردن این موضوع یه بلایی سرم آورد. پدرم توی زندگیم نیست. نمیشه بهش اعتماد کرد و مردی که کنارم بود ازم سوء استفاده میکرد. پس اگه به اونم نشه اعتماد کرد، به مردان نمیشه اعتماد کرد و باعث شد دیدگاه من درباره مردونگی و قدرت دچار اختلال بشه که دیدگاه من نسبت به خدا رو هم خراب کرد. پدرها یک روش دارن که با کمک اون حقیقت باطنی فرزندانشون رو به اونها نشون میدن و وقتی اونو از دست میدیم، وقتی هیچ کس به ما چیزی نمیگه، پذیرای هر دروغی میشیم. دروغی که هر کسی به ما میگه. این به شدت عجیبه که چطور پورنوگرافی و رفتار جنسی برام از حضور خدا سرگرم کننده تره و این دیوونگیه. ۲۹ سال زندگی مشترک، 13 تا 15 بار خیانت صورت گرفته. گاهی مثلا یک یا 2 سال خوب پیش می رفتیم. من در ذهنم تصور می کردم که این مشکل متعلق به گذشته است و برمیگشتیم به خونه اول. تو مهد کودک تو زمین بازی دنبال دخترها می رفتم که بهشون دست بزنم. تو تلویزیون فیلم مستحجان پیدا می کردم. یه عروسک بزرگی داشتم که باهاش کارای ناجوری می کردم. می دونین تو بچگی از نظر جنسی فعال بودم و اگه به یه بچه 5 ساله نگاه کنین شاید فکر کنین اون چیز زیادی نمیدونه. فکر می کنین وقتی که والدینش می خوابن این کارا رو نمی کنه، ولی من می کردم. ما
متوجه نبودم کاری که میکنم روی من تأثیر میذاره. یه روز برنامه اپرا رو تماشا میکردم. توش یه زنی بود که میگفت چطور مورد تجاوز قرار گرفته و یادمه که توضیح میداد چه بلایی سرش اومده و اون موقع متوجه شدم که به هم تجاوز شده. نمیدونستم کاری که با هم انجام شده اشتباهه و نمیدونستم که انقدر عمیق روی من تأثیر میذاره. رفتارم با فیلمای مستهجنی که به شدت مخفیشون میکردم ولی بردشون شده بودم، اون موقع بود که متوجه شدم. 14 سالم بود فهمیدم که چرا کاری که اون پسر با من کرد اشتباه بود، ولی نمیدونستم چطور متوقفش کنم، نمیدونستم آزاد شدن ازش یعنی چی، نمیدونستم با کی و چطور حرف بزنم. پس فقط ادامه دادم و فکر میکردم که این تنها لذت بردنه که رابطه جنسی بود. حس میکنم که یک ایراد استثنایی دارم. به کسی نمیگم اینطور به نظر میاد. که همه میدونن انگار چیزی روی صورتمه. که همه میتونن ببینن. اگه به هم نزدیک بشی باعث میشه در جمع احساس خجالت و ناامنی کنم. باعث میشه وانمود کنم. یک بازیگر عالی میشم. واقعا میخوام که شما عاشقم باشید و حس میکنم اگه به اندازه کافی با مزه و با استعداد و با حال و با نمک باشم در جمع کارهای با مزه بکنم، ارزش عشق و توجه رو دارم. ولی باورش نمیکنم. همیشه تو حدی حس میکنم که خدا از من متنفره. شنیدن این که عاشقمه چیزی رو عوض نکرد، چون با توجه به کارهایی که انجام شده اون همچنان منو قضاوت میکنه. اون همچنان از این که من کجا هستم و کی هستم راضی نیست. پس حس میکنم که بهش نزدیک نیستم، باهاش صمیمی نیستم و آزادم نیستم که باهاش حرف بزنم، چون اون اونجاست و من اینجا. به نظرم شرم اساساً اون قضاوت درونی درباره چیزای زشت، ناجور و شکسته درون ماست که اگه کسی اونا رو ببینه نمیتونه با ما در ارتباط باشه و ما هم نمیتونیم باهاشون در ارتباط باشیم. شرم چیزیست که رفتار بی اختیار منو کنترل میکنه. به هر شکلی من هرگز کافی نخواهم بود. پس این اجازه رو دارم. حق انجام کار اشتباه رو دارم. به نوعی خط داستانی بهتر اینه که یک روز متوجه شدم چقدر اوضاعم خرابه و رفتم دنبال کمک. آره نه، بعضی از ما اونقدر شکستیم که دیگه نمیتونیم متوجه رفتار نادرست خودمون بشیم. پس بسیاری از ما باید یه جوری گیر بیفتیم و این یک موهبت عالی و ترسناکه. به خودم میگفتم فقط فیلم مستهجنه، کسی آسیب نمیبینه.
و بلافاصله فهمیدم که این یه دوراهیه. من و ملانی در یه آپارتمان زندگی میکردیم. شنبه صبح بود و برای خرید به مغازه رفته بود. من در یه چتروم افراد بزرگسال بودم و با یکی ارتباط داشتم. اون شنبه صبح کامپیوتر و صفحه چت ما باز بود. اون از راه رسید و نوشته روی صفحه این بود: امشب میتونم در بیرمنگام باشم. اگه که میخوای باشم. من گفتم بله و اون شب اولین رابطه یه شبم رو داشتم و از اون خط قرمز گذشتم که قسم خورده بودم هرگز ازش نمیگذرم. در هر دو سناریو دیدم که در تاریکی زندگی میکنم و همه چیز رو مخفی نگه میداشتم، چون اگر مخفی باشه کسی آسیب نمیبینه. الان که به عقب نگاه میکنم میدونم که دروغه. احتمالا یکی از بزرگترین دروغ هایی که تا حالا بهم گفته شده. با علنی شدن رابطه نامشروع هم با همسر دوستم زندگیم از درون منفجر شد. یک تماس داشتم و کیم بهم گفت تو دفترت منتظرم و من فهمیدم کل تماس همین بود. چیزی که میدونست و میدونستم که میدونه وقتی که بهم گفت این بود که من 3 ماه با یکی از بهترین دوستانش در اون زمان خیانت کردم. احتمالاً غیر قابل توضیح ترین واقعیت در تمام کهکشان اینه که چطور میتونید همه چیز داشته باشید و همچنان چیزی رو بخواید که بهتون گفتن نمیتونید داشته باشید. این دیوانگیه که شما میلیاردها دلار دارید و روحتون رو برای یه دونه سنتی که روی زمین افتاده میفروشید. در تلاش برای توضیح، تنها چیزی که میشه گفت اینه که خدا آزادیش فرزیدن رو به ما داده به همراه حق انتخاب. در جاهایی باید گفت آره، در جاهایی نه. Thank you.
باید بدونیم که رابطه جنسی فقط درباره رابطه جنسی نیست، فقط درباره دست و پنجه نرم کردن با شهوت نیست. شهوت تمایلیه که به سوی جنون میره، پس هر مرد و زنی باهاش درگیره برای چیزی که پوچه درون ما رو پر کنه. تصور کنید وقتی احساس پوچی، شرم و خشم میکنید، وقتی حس میکنید چیزی تو بدن شما خوب کار نمیکنه و یه عمل ناگهان 300-400 تا چیزی که باهاش به صورت عادی زندگی میکنید رو در عرض چند لحظه خلق میکنه، باید گفت که فراتر از اعتیاد آوره، باید گفت که بی اختیار انجام میشه. اکثر ما شهوتی داریم که ما رو سیراب میکنه، در واقع ما رو مریض میکنه، ولی همچنان متوجه میشیم که به غذای بیشتری نیاز داریم تا بتونیم اون بیماری رو دفع کنیم و در نهایت باهاش مواجه میشیم. این یه اعتیاده و ما رو میکشه. به مرور زمان در اون چتروم ها من 7 رابطه فقط یه شبه داشتم. افرادی که اسمشون یا هیچ چیزی در موردشون نمیدونستم، جز این که در اون لحظه آماده بودن تا به من یه نوع تایید بدن. و وقتی اوضاع با همسرم سخت میشد، به نوعی اونجا بودن تا من درباره خودم احساس بهتری داشته باشم. پس این محله فرار من شد و من بیشتر و بیشتر بهش فرار میکردم. با وجود تمام کارهای جنسی که می کردم، خودارضایی، فیلمای مستهجن، می دونستم که در ذات اشتباه هستن. یه حس بدی داشت ولی احساس آزادی و خوبیم داشت. چیزی رو در درونم ارضا می کرد، ولی اون ارضا زیاد دوام نداشت و خیلی عذاب آورم شده بود. می گفتم امروز باید انجامش بدم، فردا هم باید انجامش بدم و فردا و فردا هم باید انجامش بدم، چون نمی دونستم چطور متوقفش کنم. مثل مصرف مواد یک شرم و احساس گناه فوق‌العاده‌ای داشت، ولی به طور همزمان هیجان زیادی هم داشت. درمانش برام این بود که برم بیرون و دوباره خیانت کنم. گرفتار چرخه شرم می شدم و می خواستم حالم رو خوب کنم و اون مواد مخدر من بود. بهم تجاوز شده بود و نمیدونم این باعث شد به جنس موافق تمایل پیدا کنم یا نه، یا چیزی رو نشون داد که از قبل اونجا بود. ولی یادمه که از مهد کودک تا کلاس سوم و چهارم به زنا تمایل داشتم و باعث شد از درون یک موجود به شدت جنسی بشم، ولی این حس آزادی رو نداشتم که به کسی در موردش بگم. و در دبیرستان طبق چیزی که سالها در درونم بود عمل کردم
کردم و با یه زن وارد رابطه شدم و مثل یک ماجراجویی بود. اگر که منطقی باشه میگفتم این کاری بود که میخواستم بکنم. یکی از نویسندگان محبوبم در قرن 20 مالکوم ماگریج بود. یک روز صبح در اواسط 20 سالگی بیدار میشه و تصمیم میگیره برای شنا به رودخانه بره. این زن اونجاست و اون زن در اون لحظه مرکز تمام کهکشان اون میشه. و با هدف وسوسه کردن اون بهش نزدیک میشه. و تازه متوجه میشه که او یک جزامیه. یادمه که اون شب غرق شرم و گناه شدم. من هرگز اونقدر شجاع نبودم که به ملانی درباره مشکلاتم با فیلم‌های مستهجن بگم. گاهی مچمو می‌گرفت ولی من همیشه توضیح می‌دادم و تمومش می‌کردم. ولی الان یه خیانتکار بودم. تعهدم رو شکسته بودم. تعهدی که با اون و خدا بسته بودم. این که بگم در گذشته یه راز داشتم یک مسئله بود. ولی الان این راز بسیار بزرگ شده بود و داشت خفم میکرد و یه سراشیبی شده بود که در اون هیچ چی مقدس نیست. چون وقتی درد به جایی میرسه هر کاری میکنی تا درمانش کنی و اون کار وجود من شده بود. شرم زیادی داشتم که چرا نتونستم بگم نه. چون کار درستی نبود و نمیخواستم که لو برم. من باید سخت کار میکردم که رابطه رو نگه دارم. مهم نیست که چقدر تظاهر میکنی و سعی میکنی که همه چی رو ظاهرن درست کنی. شرم همیشه اونجاست که بگه اینطور نیست. تو یه آدم مسخره و احمق هستی. یه نگاه به خودت بنداز. دوباره این کار رو کردی. چطور تونستی؟ تو آدم بدی هستی و وقتی بد هستی خدا دوستت نداره و ولت میکنه. باید اون عشق رو به دست بیاری. و حالا پنهان میشم چون از پاسخ خدا به خودم میترسم. هر کاری که از اون لحظه به بعد انجام میدم اینه که به نوعی خودم رو مخفی کنم تا اونقدر بد به نظر نیام و در زندگی حرکت میکنم و به سختی تلاش میکنم که انتظارات و رفتارم رو مدیریت کنم تا خوب به نظر بیام و انگیزه من ترسه. Thank you.
همیشه فکر میکردم اعتیادم به فیلم های مستهجن باعث شده تا من حق داشتن هیچ نوع ارتباطی با خدا رو نداشته باشم و نمیتونم بهتون بگم که چقدر بهش گفتم که دیگه تموم شد. به اندازه کافی احساس گناه و شرم کردم و دیگه میخوام پاک باشم و به سختی تلاش کردم تا دوباره به عشق پدر برگردم. به هر نقطه‌ای که با او از نظر ارتباطی احساس خوبی داشته باشم. و در نهایت تسلیم شدم و دیگه سعی نکردم. ملانی تا هفتمین رابطه یه شبه من از موضوع با خبر نشد. یه سری وسایل برای اون شب خریده بودم و رسیدش رو در کیف پولم پیدا کرد و درباره یه سری از اقلام اون رسید. سوالاتی پرسید. من داستانی از قبل آماده نکرده بودم. به سختی دروغ گفتم و فهمید که دروغ میگم. 6 ماه پیش صاحب یه بچه شدم و 9 ماه پیش باردار بودم و 2.5 سال پیش بچه دیگرمونو باردار بودم و گفتم تو با این شخص و با من رابطه داری. خیلی سخت بود، خیلی خیلی سخته وقتی حس میکنی شخصی که قرار امن‌ترین آدم زندگیت باشه دیگه امن نیست. دیگه به کی میتونم اعتماد کنم و کجا میتونم برم؟ به نظرم بزرگترین سوال چرا بود؟ چرا وقتی که من اونقدر در دسترس هستم چرا به جای من به اون نگاه میکنه و چرا من کافی نیستم؟ بعد 6 ماه جدایی دوباره پیش هم برگشتیم. 1 سال بعد از برگشتن و جلوگیری از طلاق من دوباره با یه نفر دیگه تماس گرفتم و دوباره رابطه یه شبه داشتم. پشت سر زنی که منو با بخشندگی بعد از 7 رابطه یه شبه دوباره پذیرفته بود و دوباره اون کارو کردم، چطور بعد اون همه بخشندگی تونستم دوباره اون اشتباه رو بکنم؟ درک نمی کردم که چطور می تونستم دوباره به عقب برگردم. چه چیزی به طور اساسی در من شکسته بود که نمی تونستم تمام چیزهای خوبی که خدا به هم داده بود رو بگیرم؟ حس می کنم هر کاری که می تونستم برای موفقیت ازدواجم بکنم و انجام دادم. روی خودم و گناهام کار کردم. متاسفانه کار به طلاق رسید. یه شخصیت توی داستان هست که از خوبی متنفره، از زیبایی و حقیقت. اون شخصیت از زیبایی خدا متنفره و میشه تقریبا در تمام داستانهای ما در مورد مسائل جنسی زندگیمون این شخصیت تاریک رو ببینیم که کی و چگونه از طریق حوادث ناگوار جنسی وارد زندگیمون شده. همیشه شخص هست که تفرقه میندازه و اتهام میزنه تا خرابی به بار بیاره. کلاس 5 در کالیفرنیا بودم. یه جای آروم، همه چیز عالی بود. ولی یه بچه قلدر در کلاس 5 بود و بچه ها رو کتک می زد. منو نمی زد چون بامزه بودم. ولی یه روز گفت لینچ، اون پایین روی راه آهن به دیدنم بیا. و در انتهاش یه جایی بود که همه ما بچه ها به اونجا می رفتیم. یه ماشین ریلی بود که پرتقالا اونجا بار می شدن و به همه جای کشور فرستاده می شدن. ما می رفتیم اونجا پرتقال می خوردیم. شنبه بود و کسی جز ما اونجا نبود. سوار ماشین ریلی شدم و اون دنبالم اومد.
و اون نگاه رو بهم کرد که گفت حالا داستان عوض میشه و کارهایی که با هم میکرد و تجاوزش رو توضیح داد و کارهایی که من باهاش میکردم و گفت و نمیدونم ترسیده بودم یا مضطرب شده بودم یا میخکوب شده بودم ولی اون کار رو کردم و اولین فکرم این بود که هیچ کس هرگز نباید بفهمه. من به مدرسه شبانه روزی می رفتم. یک دنیای کاملا متفاوت بود. شبا پسرهای بزرگ می اومدن و به بچه های کوچک تجاوز می کردن. یک تجربه ادامه دار شد و خیلی زیاد بود. وقتی 6 سالم بود اونقدر به هم ریخته بودم که خودم یک شکارچی بشم. در 6 سالگی. بیا صادقانه در روی تجاوز حرف بزنیم. برای پلیدی بسیار لذت بخشه که شما رو به خاطر تمایلات جنسیتون دچار شرم کنه. چرا؟ به خاطر بازگشت سرمایه. چقدر طول میکشه که شما رو با مسائل مستجن آشنا کنن؟ 5 دقیقه. چقدر طول میکشه که به یه دختر یا پسر تجاوز کنن؟ چند ثانیه. و سایه افکندن شرم بر سر تا سر زندگی چه هزینه ای داره؟ یا اون برای چند ثانیه تجاوز، شرم، تحقیر، خشونت، تنفر از خود و سردرگمی به خاطر تحریکی که حس کردم و در این حال تنفر از تحریکی که در اون فرایند حس کردم قلب انسان رو چند تکه میکنه؟ به نظرم چیزی از نظر تجربه انسانی ویران کننده تر از این نیست که روح انسانو مثل تجاوز جنسی تکه تکه میکنه. از مرزهایی عبور میکنه که نباید شکسته بشن و اونها رو میشکنه. با یه دختر آشنا شدم که فرزند یک شبان بود و تو کلیسا بزرگ شده بود و بهش گفتن چون تو آدم بدی هستی اتفاق بد رخ میده و خدا باید تو رو مجازات کنه و ترازوی عدالت رو درست کنه و حتی والدینش در اون سنت بهش گفته بودن که او مجازات خدا برای والدینشه. او مجازات بود. برام ایمیل میزد و کل این داستان رو میگفت و در اون 2 حرف بی‌نظیر داشت. یکی این بود، نوشت: پاول، میدونی وقتی من بچه بودم نمیدونستم واقعا تفاوت بین خدا و شیطان چیه، جز اینکه با شیطان همیشه میدونستم که کجا ایستادم. شخصیت شیطان از شخصیت خدا قاطعیت بیشتری داره و تعداد زیادی از ما اینجوری هستیم. این اولین اتهامیه که در باغ عدن و در دهان افعی است. اولین گفتگو درباره خدا. نمیتونید بهش اعتماد کنید. او همیشه خوب نیست. بهتون دروغ میگه. نمیخواد شما همه چیزی که قرار باشید بشید. دومین چیزی که گفت این بود: از مرگ نمیترسم. دیدن نگاه تنفرآمیزش موقع ملاقاتمون برام خیلی ترسناک بود. خیلی از ما اینو درک میکنیم. وقتی که فکر میکنیم میدونیم حقیقت وجودمون چیه، ما بی ارزشیم.
یادمه که یک بار در کلیسا فرصت موعظه به دست آوردم درباره پدر بودن و شکستن قلب انسان با رفتارهای جنسی. یادمه که اون روز صبح با این آیه های کتاب مقدس موعظه می کردم. چطور می تونید از اعتیاد رها بشید و چطور با مسیح آزاد هستید. یادمه که کمی با مردان در اون کلیسا خشن و نامهربان بودم. چطور می تونید فیلم مستعجن نگاه کنید وقتی مسیح این همه کار خوب در زمین می کنه؟ شلوارتون رو بالا بکشید و یه شمشیر بردارید. یادم از اون سفر برگشتم و به پیاده روی رفتم و یادمه که چقدر در قلبم برای فیلم‌های مستهجن آتش داشتم و دائما تماشاشون می‌کردم و کافی نبود. اون شب به دفترم رفتم و تماشا کردم و اینقدر بی‌حس شدم که می‌دونستم نمی‌تونم برم خونه. و صبح بیدار شدم و این حس دعوت رو داشتم که خدا میخواد با هم حرف بزنه، ولی فکر نمی کردم چیزی جز خشم باشه. ولی به نزد او رفتم. اون زمان تازه از دانشگاه مسیحی فارغ التحصیل شده بودم. دهه ها خودم رو ایماندار خطاب می کردم و همچنان گرفتار این مسائل بودم. پشت و روی من یکی نبود. نمی تونم از این بیشتر ریاکار باشم. و بعد این تصویر رو دیدم که پیش چشمام شکل گرفت و یادم میاد که در زندان بودم و دستبند به دستم بود. سینی غذا در کافتریای زندان در دستم بود و از کنار میزها عبور میکردم. هیچ کس نمیذاشت کنارش بنشینم. میز خودم رو پیدا کردم و نشستم و بعد مسیح وارد شد و لباس زندان به تن داشت مثل من و سر میز من نشست و هیچی نگفت. ازش پرسیدم یه وعده دیگه با من غذا میخوری؟ و او گفت هر وقت که بخوای باهات غذا میخورم. راستی در زندانم بازه، هر وقت خواستی میتونی بری. وقتی انتخاب کردم که فرار کنم از او به سمت تاریکی، او در اون لحظه با منه و خشمگین نیست و صورتش خیره به صورت منه و عاشقمه. و ازم نمیخواست که بس کنم. منتظرم بود که تو اون شرایط دعوتش کنم که کنارم باشه تا کمکم کنه درک کنم چطور به اون نقطه رسیدم و ریشه مشکلاتم رو ببینم و به هم در جستجوی چیزی که دنبالش هستم کمک کنه. و من به شدت لمس شدم. میدونین شنیدن این که عاشقت هستم یه چیزه، شنیدن این که باهات هستم یه چیز دیگه، ولی بودن او با من در عمق اعتیادم، بودن او با من تو زندان، در بیماری و بازگشت بیماری، دوباره و دوباره و دوباره، این من رو عوض کرد.
از خونه زده بودم بیرون. تو هتل زندگی میکردم. از خانوادم رونده شده بودم و فکر میکردم چطور اونقدر زندگیم رو خراب کردم. چطور به اینجا رسیدم؟ الان اصلا برای چی از خواب بیدار بشم؟ من افسر پلیس هستم و اسلحه دارم. نمیدونم قبلا به فکر خودکشی بودم یا نه. فکر کردم که آره، این راه نجاتمه. اینجوری این درد رو تموم میکنم. همه خوشحال میشن که این رفته. دیگه نمیتونه خانواده و دوستانش رو آزار بده. درد از بین میره و همه خوشحال هستم. تصمیم واضح بود. یا با کیم روبرو میشم یا خودم رو میکشم. هنوز نمیدونم چطور انجامش دادم. به پارکینگ خونه رفتم و میدونستم که کیم داخل منتظرمه. و رفتم باش مواجه شدم. به پایین ترین حد رسیدم و او 4 ساعت همینطور بود. و بعد بهش گفتم خب اگه قرار این کار رو بکنیم باید تمام رازهایی رو که دارم رو بهت بگم. چون این رازها تمام زندگی منو نابود کردن. و اون به راحتی گفت که شروع کن. و حرفام نابودش کرد و گفت میدونی؟ دیگه تا آخر عمر هر کلمه‌ای که از دهنت بیرون میاد و باور نمی کنم. روی اون صخره ایستادم و به این پرتگاه نگاه می کنم و فکر می کنم که باید چی کار کنم. نمی دونی چیزی درباره خودت هست که حقیقت داشته باشه و اون رو برای دوستی توصیف می کردم که به خونم اومده بود که ازم پرسید الان کجا هستی؟ گفتم لبه پرتگاه و بهش گفتم می دونی من چی هستم؟ من یه آشغال گوهم و میترسم که باد بیاد و همشو ببره و هیچی نمونه. دوستم گفت یک دانه هست. و من فکر کردم اگه یه دانه هست پس چیزی هست که میتونه رشد کنه. نمیدونم چیه. ولی یک دانه واقعی و زنده که قادر رشد کنه و تمام امیدم با این دانه کوچک برگشت. وقتی گم شده به خط پایان میرسه اون وقته که دانه میتونه رشد کنه و شروع به رشد میکنه و حیات با خودش میاره و همه چیز درباره انسانیت رو دوباره میسازه، مثل کرامت انسانی، شخصیت و آینده. نکته ترسناک درباره هر نوع آزادی به خصوص از نظر روحی اینه که زمان و نحوه اومدنش رو اصلا نمیتونم کنترل کنم. فقط میدونم که داره میاد. میدونم که داره میاد دنبالم و اونقدر دوستم داره که نمیذاره در دنیایی که برای خودم ساختم بمونم.
نظرم یه حرف خدا که ما رو غافلگیر میکنه اینه که تو مایه خجالت من نیستی و ازت نمیترسم. من قلبت رو میخوام. فکر میکنی که من قصد تغییر و تخریب تو رو دارم که قضاوتت کنم. همه قضاوت ها انجام شدن، همه گناهان تو بخشیده شدن و فقط میخوام که از خوشحالی من با خبر باشی، حتی زمانی که شکستی. این حلقه رو میبینین؟ یه صلیب روش داره. این وسیله شکنجه است، ولی یک نماد ارزشمند برای من شده، چون خدا میتونه فراتر از بدترین چیزی که من میارم بیسته، عمیق‌ترین خسارتی که من میتونم ایجاد کنم، و روی اون میسته تا اونو به چیزی با ارزش تبدیل کنه. پرستونو در یک همایش شاعری در لس آنجلس ملاقات کردم و من شهادتم درباره همجنسگرا بودن رو ادا می کردم و اون شهادتش درباره اینکه مردی شهوتران و زنبازه و اینطوری همدیگر رو ملاقات کردیم. این تویی و این منم و هر دو به عنوان دوست در ارتباط بودیم. 3 سال دوست بودیم، ولی دوستیمون عجیب بود، چون خدا از اون استفاده کرد تا به هم نشون بده که همه مردم مثل هم نیستن. من هنوز باور داشتم که همه مردم مثل پدرم هستن، که پایدار نیستن، عاشق نیستن، دلسوز نیستن، حساس نیستن و بی هدف هستن. پرستون همه چیز بود، همیشه بود. خدا از اون استفاده کرد تا دیوار منو بشکنه و زخمهای منو درمان کنه. ولی حتی وقتی وارد رابطه شدیم میدونستیم که به هم آسیب نمیزنیم. خب من سالها گارد داشتم، گرچه همجنسگرایی یک تمایل جنسیه، ولی عمیق تر از اونه. بهشون اعتماد داشتم، با قلبم به زنا اعتماد داشتم، با آسیب پذیری و چیزی که در اعماق وجودم بودم بهشون اعتماد داشتم. پس بودن با پرستون، قرار گرفتن در موقعیتی بود که نابود بشم. یادمه که یک بار برای اجرای یه نمایش رفته بودیم، بهش گفتم نمیدونم چرا با تو هستم، نمیدونم چرا با زنا نیستم. چرا با تو هستم؟ حسی که به تو دارم به زنا نداشتم. بدون اینکه حرفی بزنیم رفتیم و روز بعد به هم پیام داد که عاشقتم و من داغون شدم، گریم گرفت، داغونم کرد، چون مسیح اینطوریه، وقتی که اونو نمیخوایم اون همچنان به دنبال ما میاد. گفتم چطور وقتی عاشقمه میتونم باش ازدواج نکنم مثل مسیح؟ یکی از بزرگترین جملاتی که مردانی مثل من میشنون اینه که خدا با منه، در تاریکی با منه، خدا در شرمم با منه و در اعتیادم با منه، در دردم، در ناراحتیم، در زخمم که نمیخوام هیچ کس دیگه‌ای ببینه. پس برای هیچ کدوم از ما یک سفر غیر ممکن نیست. تا ابد منتظر پدری موندم که ازم محافظت میکنه، به هم یاد میده، از حضورم لذت میبره و میذاره بفهمم که یک پسر و عضو کامل این خانواده هستم و هر کاری که بکنم هرگز این مسئله عوض نمیشه.
وقتی میپذیرم خدا چطور منو میبینه به جای اینکه چطور خودم و بقیه من رو میبینن، به نظرم اینجا لذت واقعی نمایان میشه. این باعث میشه ناامیدی و کمک خواستن از بقیه مردم نابود بشه. وقتی بالاخره به تفکر خدا در موردمون توجه میکنیم، متوجه میشیم که اون نظری هستش که قدرت داره، وزن داره و تا ابد باقی میمونه. وقتی اونو بشنویم، چیزی که ما رو میسازه رو شنیدیم. بخشی از درمان من در جایی رخ داد که بالاخره متوجه شدم اهمیت من از اینکه کی هستم سرچشمه میگیره، نه از کاری که انجام میدم. و به نظرم ما این زبان رو از نظر کلامی با مجازات درآمیختیم که خدا از کسانی که دوستشون داشته روی برگردونده، چون نتونستیم طبق انتظارش زندگی کنیم. و این دروغه، درست نیست. او اومده تا ما رو آزاد کنه، تا کاملا زنده و انسان باشیم. خدا شما رو عریان میبینه. چرا؟ چون میخواد بهتون لباس بپوشونه. خدا میخواد وارد قلب شما بشه. چرا؟ چون میخواد بهتون طعم شادی رو نشون بده. اکثرا فکر میکنیم خدا فقط میخواد که ما پیروی کنیم، ولی چیزی که اون بهش تعهد داره تحول باور نکردنیه. اگه بتونیم وارد عمق عشقمون بشیم، زندگیمون عمیقا تغییر میکنه. خدا اشکای ما رو جمع میکنه و اشکا گوهرهای قابل لمس قلبهای شکسته هستن. و اهمیت اشکهای جمع شده اینه که غم من معنایی داره و یک راه برای وقوع رستگاریه، حتی در جایی که به شدت شکسته. وقتی خدا خودش به هم نشون داد که ارباب و ناجی و دوست ماست و خوب و بخشنده است، وقتی اونو دیدم به مسیح متمایل شدم و متوجه شدم عشق من به اون چیز رو درست نمی کنه، ولی کمک می کنه تا پایدار باشم و حرکت کنم. نمی دونستم چطور حرکت کنم، ولی اون لحظه می دونستم که چاره جز انتخاب اون ندارم. وقتی ما رو قدیس خطاب میکنه، یک پیام بسیار بزرگ داره. ما دیگه گناهکار شناخته نمیشیم. و ما حق انتخاب داریم. من میتونم به مسیری که قبلا داشتم ادامه بدم، یا میتونم انتخاب کنم ابتدا در لحظه و بعد بیشتر و بیشتر، ولی یک انتخاب در زمانه که میگم خدایا، این چیزیست که تو گفتی من هستم، من محبوب تو هستم و جدید و خوب هستم. تمام این سیم کشی مجدد رو انجام دادی. روزی که به کاری که روی صلیب انجام دادی اعتماد کردم، این انتخابیست که باید انجام بدم. برام ریسک کردن سخته، رفتارم رو میبینم، پس دیگه نباید به ارزیابی خودم از خودم اعتماد کنم و این قمار به شدت شجاعانه رو انجام بدم و باور کنم که حق با خداست و این درسته.
بین عشق و شیفتگی تفاوت عظیمی هست. شیفتگی تصویری از تخیل شماست در مورد چیزی. برای همین فیلم‌های مستهجن اونقدر جذاب هستن، چون تصور می‌کنین که خودتون به رضایت رسیدین و ربطی به شخص دیگه به عنوان یک انسان واقعی نداره. یک راهی که برای خلاصی از این فیلم‌ها به دست آوردم، یک ارتباط واقعی با زنی واقعی بود. دوری نه، بلکه ارتباط. وقتی دوباره ازدواج کردیم، این حقیقت رو پذیرفتیم که مثل پیاده روی در ساحل نیست، مثل کوهنوردیه، تلاش زیادی میخواد و لحظات بسیار زیبایی هست، ولی لحظات سختی هم هست. 11 سال زندگی مشترک داشتیم و حدود 6 سال جدا شدیم و 3 اکتبر امسال 6 سالگرد ازدواج مجدد ماست. خدا هرگز طبق انتظار ما داستانمونو نمی نویسه و قطعا بارها در طول مسیر اینطور به نظر میاد که خیلی خوب نیست. گاهی به نظر میاد رهامون کرده. قطعا لحظاتی بوده که من فکر کردم تو کجا هستی؟ قبلا ما تمام تلاشمونو برای همدیگه می کردیم و همدیگه رو بالا می بردیم و حالا در دفعه دوم هر دو شکستگی های همدیگر رو دیدیم، خوبی و بدی و زشتی ها، همه چیز، و شوکه نشدیم و متوجه شدیم کسی که ما رو از همه بهتر میشناسه، خالق ما، ما رو همینطوری که هستیم دوست داره و اینو پذیرفتیم و عشقش رو دریافت کردیم و بعد آزاد شدیم تا واقعا عاشق هم باشیم. من از نظر جنسی مردی شکسته هستم، ولی شفا و روش همچنان هست. من مقدس‌تر شدم، نه به خاطر اینکه من بهترم، بلکه چون زیبایی خدا رو برای شکستگیم دیدم. شرم کنترلم نمی‌کنه. البته هنوزم می‌کنه، ولی نه به شدت قبل. تمامیت بیشتری وجود داره و پارادوکسش اینه، من از همیشه شکسته‌تر هستم و بیشتر از همیشه نیازمند فیض. وقتی مردم ازم می‌پرسن چطور هنوز با هم هستید، درباره درست کردن ازدواجمون نبود. درست کردنی در کار نبود، فراتر از درست شدن شکسته بود. میدونستیم که مسیح میتونه اون رو از نو بسازه و من بهش اعتماد کردم. ولی من باید همه چیزو باز کنم، همه چیزو تا پایه و بنیادش باز کنم. و بخشی از چیزی که نجاتم داد شدت خشم زنم بود و 11 سال طول کشید تا خوب شدیم. 11 سال و این مدت زمانش بود. روند 11 ساله. کیم اینو مقابل یه گروه از دوستان گفت و فکر نمی کردم هرگز این حرفو بزنم، ولی ارزششو داشت. ارزششو داشت. اون هیچ چیز رو توجیه نمی کنه، ولی میگه هیچ چیز نمرده، خدا همچنان میتونه باعث رشدش بشه. هر بار راه خانه اینه. بعد هر شکست، بعد اینکه مطمئن میشدم این بار بیش از حد پیش رفتم و بیش از حد خراب کردم، باید چیزی که خدا میگه هستم رو باور کنم. من توسط رفتارهای دمدمی تعریف نمیشم، بلکه توسط چیزهای بسیار عمیق‌تر بی‌نهایت قدرتمند و پایدار. من موجودی جدید هستم. وقتی خودم رو ببینم که برای این دیدگاه ریسک میکنم، قدرت دروغ شروع به ناپدید شدن میکنه و اون اعتماد به نفس به چیزی که واقعا هستم پیروز خواهد شد، که شرم و اعتیاد رو نابود خواهد کرد تا بتونم بقیه عمرم رو آزاد زندگی کنم.
ما هیچ ایده ای از حقیقت وجودمون نداریم. نمیدونیم این عشق چقدر بی امان ما رو تعقیب میکنه. خودشو به دور شکستگی ما میپیچه و برای شفای ما آواز میخونه. ما اهمیت داریم. تک تک ما مهم هستیم. و انتخاب هایی که انجام میدیم مهم هستند. هر انتخاب برای بخشش، برای مهربانی و بی ریا بودن، برای باز کردن دنیای درونمون، برای گفتن رازهامون. این مسائل کهکشان رو عوض می کنن، نه فقط درون شما بلکه تمام این جهان خلق شده که ما در اون زندگی می کنیم. کسی که هستید و کسی که خواهید بود مهمه. تو همون یک نفری هستی که 99 نفر دیگر رو برای پیدا کردنت رها کرد. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Still your love far from me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so good. Oh, it changed.
mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.